در برابر موضع کسانی که میگویند اگر پزشکیان رئیس جمهور شود چه تضمینی وجود دارد اوضاع همین که هست باقی نماند یا بدتر نشود در واقع خاصیت رأی دادن به پزشکیان چیست پاسخ ما چه خواهد بود اول اینکه هیچ کس گریبان من و شما را نگرفته است که بیایید رأی بدهید آدمها حق دارند موضعشان را بیان کنند بیان موضع افراد به این معنا نیست که چه پشت شقیقه ای من و شما اند که درست مثل آنها رفتار کنیم موافق نیستیم؟ خب نمی کنیم به همین سادگی دوم به گمانم هیچ کس نخواهد پرسید که چه تزمینی هست که اگر جلیلی بیاید اوضاع بهتر نشود قاعدتا این اندازه می شود حد اقل پیامدهای به قدرت رسیدن آدمی مثل جلیلی را از منظر عمومی دید سوم آیا پزشکیان قرار است معجزه کند بیشک نه خواهد توانست حد اقل مطالبات ما را تأمین کند نمیدانیم این را درباره نه تنها پزشکیان بلکه درباره فرشته ای مقرب که خدا اختصاصا برای بهشت کردن زمین برای ما فرستاده باشد هم نمی شود گفت چه جای پزشکیان کارنامه و سابقه نظام چه بله بیشک کانون قدرتی در این نظام هستند که مانند مقاطع مختلف در این چهل و اندی سال جلوی مطالبات مردم را خواهند گرفت و به فرض که رئیس جمهور همسو با مطالبات مردم باشد با او هم گلاویز خواهند شد آنها به این آسانی دست سفره رایگانی که از گرده ملت برمیدارند نخواهند کشید چهارم آیا تقلب می شود؟ نمیدانیم شاید بشود شاید نشود باز هم هیچ دانش قطعی و یقینی نداریم که چه اتفاقی خواهد افتاد غیر از این اگر بگوییم دعوی خدایی کرده ایم و این دقیقا همان چیزی است که با جمهوری اسلامی بر سر آن اختلاف داریم قرار نیست ما هم تبدیل به خود کامگانی زور مدار شویم و لاف معرفت یقینی و بیخلل بزنیم سابقه افراد چیزی درباره آیندهشان به شما میگوید بله حتما میگوید دقیقا از همین روست که با مقایسه سابقه پزشکیان با سابقه جلیلی می شود با اطمینان بسیار بالاتری گفت که پزشکیان انسان سالمی است و در قدرت بودن او آفات و عوارض و پیامدهای ویرانگر به قدرت رسیدن جلیلی را ندارد برای تشکیک در شخصیت و سابقه پزشکیان چنگ نزنید به نقل قولهای تاریخ گذشته و بریده از بافتار و جهتداری که به روشنی دست بازوهای نشر اطلاعات گمراه کننده نهادهای امنیتی هستند سراغ استدلال بروید نه سراغ اینکه فلانی گفته است بهمانی شد چنان بوده است اول و آخر صحبت آدم ها را بسنجید در خلع درباره آدم ها حرف نزنید دقت کنید که این تشکیک هایی که امروز درباره پزشکیان می شود هزار برابرش درباره میرحسین موسوی می شود اگر میرحسین موسوی توانست سربلند از آزمون ایستادن در جانب انسان و مردم ایرانی بیرون بیاید و سابقه مهم است چرا پزشکیان نتوانند دقت کنید هیچ تضمین قطعی و نهایی برای هیچ کس وجود ندارد نه برای موسوی نه برای پزشکیان نه برای من و شما چه تضمینی وجود دارد که اگر رضا پهلوی قدرت را در ایران به دست بگیرد اوضاع بهتر می شود سابقه مهم است سابقه خود او و آدم های اطرافش و غلبه حتاکی و دشنامگویی جنسی در میان خیل مدافعان سینه چاک او به ما میگوید کجا ایستاده ایم. اینها را می شود به پزشکیان نسبت داد؟ تا جایی که من ادله یا مواضع مخالفان پزشکیان را در میان اهل تحریم و تشکیک ارزیابی کرده ام دلیلی محکم برای نامطلوب بودن پزشکیان نیافتم. جز اینکه حدس میزنند تمام اینها بازی های حکومت باشد و باز حدس میزنند که فردا پزشکیان باعث تثبیت این نظام می شود و برای من و شما چوبه دار به خواهد کرد به گمانم این اندازه روشن است که این جنس سخنان بیشتر حرفند تا استدلال بیشتر عاطفه مردمی زخم خورده را تحریک می کنند تا اینکه استدلالی را تقویت کنند به حال انتخاب و تصمیم فردا با من و شماست و من و شما به تنهایی با وجدان خودمان تصمیم خواهیم گرفت چه موضعی بگیریم و با ادله خودمان باید از موضع خودمان دفاع کنیم من و شما به همدیگر بدهکار نیستیم شما از من طلبکار نیستید بگذارید آنکه طلبکار و مدعی است همان جلیلی باشد و بس شما بکوشید اهل مدارا و مروت باشید و خرد را پاس بدارید و در آتش کینه و نفرت و بغض و پراکندگی و تفرقه ندمید. امید به روزی، سربلندی و عزت برای همه ایرانیان دارم. حتی برای آنها که مثل من فکر نمی کنند. و به برای آنها که مثل من فکر نمی کنند. پیروزی ما شکست دیگری نیست. ما برای زندگی می جنگیم. نه برای مرگ. زنده باد زندگی. زنده باد ایران.